سرخطی خبرهای مهم. یک فعال تاجیک را در سمرقند جزا دادند. در روسیه برای راه یافتن به امتحانهای رانندگی شرط میگذارند. و صورت اینترنت موبیلی تاجیکستان در قطار سودان و هایتی. سلام بیننده های عزیز، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز دوشنبه 25 دکبر. دادگاه ناحیه رشت یک ساکن ناحیه و پدر 14 فرزند را برای لاتکوبی بی‌رحمانه 4 فرزندش جریمه بزرگ بسته و امر داده است که 7 روز را پس پنجره سپری کند. در بیانیه رسمی دادگاه آمده است که ساکن این ناحیه 4 فرزند نابالغ خود را با بهانه از منزل استقامتیش گم شدن مبلغ‌هایش سخنان قبیح گفته مورد لاتکوب قرار داده است. با گفته دادرس کودکان در نتیجه لاتکوب جراحت هایی برداشتند که برای معالجه آنها نکمتر از 21 روز لازم می شود. دادگاه از این ساکن ناحیه دخ نام برده و گفته است که او را برای این رفتارش 7 روز در حبس نگه داشتند و پدر ضمن مرافعه به گناهش اقرار شده است. نظر وکیل دفاعی متهم به جنایت معلوم نیست. نام برده را با گناه مناسبت بی‌رحمانه نسبت به نابالغ جزا و امر دادند که به بودجه دولت 11560 سومانی جریمه سپارد. در تاجیکستان لاتکوبی نورس کودک جنایت به حساب می رود. از سال 2018 تا 2022 به ضد 63 نفر به گمان جبر و شکنجه کودکان در کشور پرونده باز کردند. تاجیکستان در 10 گانه اول کشورهای جای گرفته است که سرعت اینترنت موبایلی در آنجا بسیار بد است. در ردیف کوبا، یمن، سوریه، افغانستان و سودان و هایتی. ردبندی را اوکلا بر اساس معلومات سپید تست نشر کرد. بنابراین سرعت اینترنت موبایلی در تاجیکستان با 935 مگابیت در یک ثانیه برابر بوده است. این حالت کشور را در میون 145 دولت در جایگاه 139 جای نشان داده است. از میان کشورهای منطقه ازبکستان در جای 99، قرغیزستان در جای 92، قزاقستان در جای 67 ایستادند. روسیه از قطار 100 کشوری سرعت اینترنت موبایلیشان بالا بیرون شده است. اگر قبلا در زینه 99 بود، حالا در جایگاه 102 است. سالها باز مردم و مطبوعات در تاجیکستان سرعت پایین اینترنت را در کشور تنقید میکنند. مونوپولیا و افزایش یک باره نرخ خدمات در این ساحه که هنوز 15-17 سال پیش در تاجیکستان موفق و سردرآمد گفته میشد، سبب این وضع نامبر می شود. سال 2023 جهان شاهد تحولات های جدی بود. از جمله زمین‌لرزه در ترکیه، ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و نبردها میان حماس و اسرائیل در نوار غزه. این دفعه خبرنگاران رادیو آزادی از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که از واقعه‌های مهم جهان در سال 2023 کدومش در یاد آنها مانده است. پاسخ ساکنان را همراه می‌بینیم. بابا فقط جنگ. جنگی مثلا انا روسیه، اوکراین، اروپا، انا جنگ انا یهودی‌ها، اسرائیلی‌ها، این بیچاره مردم فلسطین، کودک و چودک و زن و مرد و همه را زیر بمب باران و زیر مثلا تیر باران گرفتگی. اما اسرائیل میگه که اول حماس حمله کرد بعد ما جواب دادیم. حماس حمله کرد و مقابل حماس باید مبارزه بره، نه اینکه مردم مثلا آسایش را زده از خانه و جا شد تگی مثلا بمب باران کرد تگی چه بخ خانه های ویرانات با کودک و چودک نابود کنند. همین جنگی اوکراین دارودن بسیار تر مون بسیار یک باید خب باید خنده می شود. مثلا اصلا بسیار کمینا می توانستند برای سول مثلا سوزش نما بندن دارن که حاضی و زمانی نیست که مثلا هر اگه زمانی نیست که مثلا جنگ بشد خون ریزد. ما باید انسانیت باید پیش رود. خبرهای وابسته به این جنگ اوکراین رو مثلا از کجا تماشا میکنید؟ از کانال روسیه بیشتر میبینیم همین چیزها رو. مثلا بعد باز جنگی اسرائیل بیشتر یک دهشت آور شد. جنگی من میدونم بیشتر یک حادثه شد که من میگم جهان رو به تکان آورد. همون مثلا مرگ فرزند ها مثلا میگم من کودک رو میبینم دلم ریش ریش میشود. چی گناه دارن؟ نمیشد که من برای صلح، برای مثلا سازشنامه، برای همبستگی همین چیزا حل میشد بهتر میشد. از واقعی که این سال گذشت صد واقعه فوجوار بسیار علم‌آور که در دولت
فلسطین گذاشت بسیار یک فجای علموار بود که خیلی کودک های و مادر های بگونه فوت شدند. همیشه بروز در دنیا چی گفت رفته ایساد است میدانید؟ یک طرف شده جنگ رفته گه یک طرف تنجی در کجا جنگ رفته؟ نه فلسطین میگن چی میگن؟ اینترنت رو در گو گو میبینیم تمام جنگ فلسطین و یهودی ها همه دهشتترین جنگ های برای مسلمان ها با چی گویم؟ همه جنگ اوکراینی هست های حاضر چه با بزرشت همین های که شما خبر درباره واقعه جهان را از کدام رسانه ها اصلا میخونید یا تماشا میکنید؟ اصلا از تلویزیون تماشا میکنیم. کدام تلویزیون؟ کانال روسیه تماشا میکنیم، ای کانال تاجیکستان اخبار، بعد تلفن ها. همه وزمینترین جنگ فلسطین بود. در همینجون در یادموندگی جنگ فلسطین تمام دیگه هیچ در یادم نیست. بینندگان عزیز، شما هم می توانید نظر خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. وزارت امور داخلی روسیه نیت دارد با آنهایی که با وجود گرفتن دعوتنامه با کمیسریت نظامی حاضر نشدند اجازه امتحان رانندگی ندهد. دفتر مطبوعاتی وزارت روز 22 دکبر خبر داد که طرح قرار وزارت در این باره در صورت قبول شدنش ممکن است از ماه اپریل سال 2024 حکم اجرا بگیرد. از این پیشتر میخائیل چرنیکوف رئیس بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه پیشنهاد کرد آنهایی که از دعوت به خدمت سرکشی میکنند به امتحان رانندگی راه داده نشوند. او ماه ایل گفت آنهایی که دعوتنامه گرفتند ولی به کمیسریت نظامی حاضر نمیشوند دیگر نمیتوانند گواهینامه رانندگی بگیرند یا آن را عوض کنند و یا ماشینهایشان را ثبت رسمی نمایند. با قبل میخائیل چرنیکوف فهرست چنین آدمان را آنها در دست دارند. بعد حمله به اوکراین در 2 سال پیش حکومت روسیه در قانونگذاری های خدمت در صف ارتش را چند دفعه تغییر داد. از جمله سن دعوت به خدمت نظامی از 27 سال تا به 30 سال بالا برده شد. جریمه برای حاضر نشدن به کمیسریت نظامی را از 3000 روبل تا به 30000 روبل بالا بردند. در روسیه صدها هزار زادگان تاجیکستان تابعیت این کشور را دارند و همه این قانون ها به آنها نیز دخل دارد. دادگاه سمرقند ازبکستان امینه شرفی‌دینوا یک فعال تاجیک مقیم این شهر را برای ترغیب موادی که نزاع ملی نژادی یا دینی برمی‌انگیزد به پرداخت 24 میلیون سوم برابر به 2010 دلار وظیفه دار کرده است. مرافعه در دادگاه نویه سمرقند روز 22 دکبر برگزار شده است. امینه شرفی‌دینوا روز 23 دکبر در صحبت به رادیو زاده گفت او را برای یک نواری که به مناسبت 60 سالگیش به نام گردآفریدی فرهنگی مستند بخشیده به 60 سالگی امینه شرفی‌دینوا در یوتیوب پخش شده بود بازپرسی کردند. به گفته او مقامات ازبکستان محتوای این نوار را خلاف قانون دانستند. دادگاه سمرقند جریمه فعال فرهنگی را هنوز شرح نداده است. امینه شرفی‌دینوا گفت او را با پرونده شناس نکردند و از جزئیات آن بی‌خبر است. او 24 میلیون سوم جریمه شدنش را ناعادلانه می‌داند و از این قرار به زینه بالایی دادگاه شکایت برده است. امینه شرفی‌دینوا به شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان نامه نوشته دادخواهی کرده است. هنوز هیچ پاسخی از دستگاه پرزیدنت دریافت نکرده است. همیان حقوق پیشتر گفته بودند که حالتهای سرکوبی دیگر اندشان در ازبکستان رو به افزایش است. پس از سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در سال 2017 در ازبکستان بسیاری ها وضع آزادی بیان و دین را خوبتر توصیف کرده بودند. زمان اسلام کریموف ازبکستان یک کشور کاملا پوشیده بود و آزاداندیشان به شدت سرکوب می شدند. کارشناسان می گویند حالا شوکت میرزیویف با همان راه می رود که پیشتر اسلام کریموف آغاز کرده بود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. بیست و پنجم دکبر پیروان دین مسیحی کاتولیک جشن میلاد مسیح را تجلیل می کنند. بر اساس تعلیمات دین مسیحی در این روز عیسی مسیح تولد شده است. این مهمترین عید سال برای کاتولیک های جهان بوده، معمولا در این روز پیروانش در نماز عید در کلیسا اشتراک کرده در هر اویله دستورخان عیدانه تهیه می شود. در تاجیکستان اکثر مسیحیان پیروی مذهب پروسلاوی مسیحی بوده و علت تفاوت تقویم میلاد مسیح را روز 7 ژانویه جشن می گیرند.
25 دکبر سال 1890 زادروز یکی از شرخشناسان برجسته روس و استاد مکتب شرخشناسی تاجکستان، ازبکستان و آذربایجان یوگنی برتلس است. او 67 سال عمر دید. او را دانشمند بسیار قوی زبان و ادبیات فارس و تاجک و محقق آثار کلاسیکانی مثل فردوسی و نظامی و رویه تصوف می شناسند. در تقویت مکتب شرخشناسی در تاجکستان سهمی زیاد گذاشته است. 25 دکبر سال 1991 ایالات متحده آمریکا جمهوری تاجیکستان را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و سال 1992 مناسبت های دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد. همکاری ها با ایالات متحده آمریکا را مقامات در تاجیکستان از اولویت های سیاست خارجی این کشور می نامند و همکاری مشترک علیه تروریسم و در ساحه های معارف و تندرستی است بخش های فعال این روابط گفته می شود. ملاقات در چهارچوب 35 یکی از معمولترین محفل های مشورتی میان کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا دانسته می شود. و در این بخش از قربی اسعار می گوییم بانک ملی 1000 روبل روسی رو 119 سومونی و 20 درم، 100 دلار 1000 سومونی و 95 درم و 100 یورو با 1207 سومونی مقرر کرده است. در بانک های تجارتی قربی اسعار می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را برایمون نویسید تا فردا. خدا نگهبانتان.